خیلی ممنونم از انرژیتون. به نام خدا سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدین. پیشا پیش سال جدید رو تبریک میگم و از اینکه با این انرژی خوب چه جمعیتی کنار ما هستید متشکریم. چیزی نمونده به شروع سال 97. یه چیزایی بگم، هلاک شدیم، این پوسترای این تور رو عوض کردیم. آره، یعنی دکور جدید مثلا زدیم ارواح. بعد این خلیج فارس یه قاره، یه قاری، جاده اسالم به خلخال، نه واقعا، دماوند، کویر مصر، یه کلبه محزونی تو شمال، نمیدونم چیه، و هفت‌سین. امسال تصمیم گرفتیم که سبزه نذاریم، که سبزه نذارن همه اگه بشه، چون میگن هزارها تن، صدها تن گندم مصرف میشه که میتونه به مصارف بهتری در بیاد. اینا همه تبدیل به سبزه میشه. 13 هم اینجوری تو طبیعت که نابود میکنیم طبیعت و اینا رو. در نتیجه سبزه نذاشتیم، یه چیز دیگه است، نمیدونم چیه، ولی سبزه نیست. خب، موضوع ما امشب تعطیلاته. آره، تعطیلاته. حرف زدن از تعطیلات قاعدتاً باید یه ذوق و نشاطی رو به دنبال داشته باشه، ولی برای اونایی که فقط قصه خوردن و آموزش دیدن، حتی تعطیلات هم میتونه دلیلی برای غمگین شدن باشه. 4 ماه مونده سال تموم بشه، قصه میخوره که حالا کو تا عید. 2 هفته مونده به عید، قصه میخوره که حالا باید کل عیدو به مهمون بازی بگذرونیم. عید میشه، قصه میخوره که چرا کسی خونه ما نمیاد. قصه بزرگترش اینه که هر روز که میگذره یه روز از عید کم میشه. همون عیدی که قصه نیومدنشو میخورد، حالا که اومده قصه میخوره که چرا داره کم میشه، میره. دردناکترین غمهای جهان از صبح 13 به در میان سراغمون. همون موقع که نشستی تو ترافیک، تو راه برگشت از شمالی، تو جاده چالوس، داری به کت سرمه‌ای استاد ریاضیاتت فکر میکنی، بعد همزمان از اون یکی لاین که خلوته یه ماشین گاز میده، میره داره میره سمت شمال. اینو دیگه واقعا نمیشه حذف کرد. یعنی دوست داری بیای پایین قفل فرمون رو بکوبی تو سرش. در واقع این حس به ما دست میده که داره به من کارمند فخر میفروشه. غروب 13 به در که دیگه رسماً یه چیزی اینجای هممونو گرفته. خیلی از پدرها برای اینکه بچه هاشون گریهشون رو نبینه، یه لگن پیاز میارن، شروع میکنن پوست کندن. تنها توصیه‌ای که میتونم برای سبک شدن غمتون بکنم اینه که در راه برگشت تو ماشین آدم‌های بیمزه نشینید. مخصوصاً شوهرمهاتون. شوخیاشون دیدین چجوریه؟ روح آدم رو نابود میکنه. اولین شوخیش اینه که کاش مثلا درای تهران رو ببندن همینجور خلوت بمونه. خیلی مثلا الان این شوخی بامزه. اگه مجبورین با اینا مسافرت کنین، سعی کنید که در راه برگشت حتما اجسام نکتیز رو از دست خودتون دور نگه دارید. کیا هر تعطیلی که میشه، مخصوصا نوروز، میرن شمال.
شما بیاین. خانم شما هم بیاین. بله بفرمایید. خب حال شما چطوره؟ شاغلین؟ شاغل بودین؟ نه خانه‌دار بودین. اهل مازندران. اهل شمال؟ شما از شمال باید بیان تهران. میرین شمال؟ من اینجا زندگی. تعطیلات. خب شما شغلتون؟ بنده کارمند لیزینگ هستم. لیزینگ؟ بله. خب اصلا جوج میباره. نه؟ من از بچگی عاشق شما بودم. شمال یا شما؟ شما. من؟ بله. مخلصم. مخلصم و دارم برات. از بچگی عاشق من بوده. خیلی خوب. خانم بفرمایین که کیا میرین شمال عید؟ من هفته بالای بالا بگیرین لطفا. بله. دوم عید میرین تا کی؟ تا 13 14. 13 14. اونجا خونه دارین؟ بله خونه. چی کار میکنی؟ میگردیم دیگه، میریم خونه فامیل دوست آشنا. خب و در طول سال شمال میرین باش؟ بله 20 بار. کلن تو راه شمالی. خب بعد دیگه چی؟ خونه فامیل میرین دیگه چی؟ میگردیم بقول فری شمالو. بعد خب آقا بفر کی میرین؟ ما معمولا نیمه دوم میریم. بله. نیمه اول چون فامیلا به همون مهلت نمیدن میان اینجا، بعد آره خراب میشن رو سرمون، مجبوریم هفتم هشتم بریم تا معمولا همون 13 به دری که شما گفتین. میبرد چی کار میکنین شمال؟ حالا هیچی، از این خونه به اون خونه است دیگه. یعنی چی؟ اینجا میریم تو اون خونه میشینیم و دوره همه، وقتی باشه یه دریایی بریم و یه آبتنی باشه و یه همین دوره هم میشینین؟ بله میشینین؟ بله میشینین. چون اکثرا میرن شمال دوره هم پا میشن. تا اونجایی که من میدونم. چیزی میخواین اضافه کنین؟ بله من اولین بار اومدم اینجا، یه ذره دلشوره دارم. دلشوره دارین؟ اب نداره. من اینجا من اینجا چیزی میخواین بگین باز؟ شما سوال بفهمید شاید بتونم بگم. سوال کنم کجا میرین؟ کدوم شهر میرین؟ ما میریم بابل. بابل؟ بله بابل. و غذاهای شمالی که شما معلومه که خیلی درجه یک غذاهاتون، درسته؟ بله. خیلی خوب. چیزی میخواین اضافه کنین؟ شما بفرمایید سوال کنید، بنده هر چقدر سوال کنید جوابتون. عرضی نیست، همین سلامتیتون. مرسی. یعنی که مزاحمیم دیگه. نه اختیار داریم. نه خواهش میکنم. قربونتون برم. خانم بهتر بودن دست بالا؟ آقا بهتر بودن؟ مساوی. کجا مساوی؟ اولم خودش گفت مساوی. یواش گفت من بشنوم. از بغل گفت مساوی. مساوی. خلاصه میخواید اون تبلت رو به ما ندین دیگه آقای مدیری. خیلی ممنون. مرسی قربون شما. هیچ دلشوره نداشته باشی. قربونتون برم. بفرمایید. خواهش. قربون شما. We'll be right back.
خوشبختانه ترافیک جاده ها در ایام تعطیلات به شکلیه که کسی بالای 30 تا سرعت نمیتونه بره، خدا رو شکر. با همین 30 تا سرعت هم روز اول عید خبر میاد 150 نفر کشته شده. چجوری میشه با 30 تا؟ چجوری با 30 تا چپ میکنن؟ احتمالاً از بیرون کمک میگیرن. یعنی دو نفر رو صدا میکنن، میگه آقا من میزنم دو، بی زحمت یه هول به بغل این بده این چپ کنه. توی اون جاده هایی هم که میشه یه ذره گاز داد، سرعتگیر گذاشتن با 3 متر ارتفاع. پراید نمیکشه، خود سرعتگیر رو بره بالا. البته الان که دیگه سرعتگیرها رو برداشتن، جاش عوارضی گذاشتن. پولو میدی عوارضی رو رد میکنی، تا میذاری دند دو عوارضی بعدیه. میگه بزرگ راه جدید پولیه، پول نمیخوای بدی از قدیم برو. از قدیم میریم، تا میریم دو عوارضیه. میگه از اینجا به بعد آسفالتش جدیده، نمیخوای پول بدی خاکی. میندازی خاکی، تا میری دو تابلو عوارضیه. میگه میبینم اومدی تو خاکی. عزیزم این مملکت خاکش طلاست. پول نمیخوای بدی ماشین رو پارک کن، دره رو برو پایین. تا میای شتاب بگیری عوارضیه. میگه این مسیر پاکسازی شده، اونور هنوز پر مینه. پول نمیخوای بدی برو رو این. باز اونجا دو قدم میری عوارضیه. میگه اینور مینه فشاریه، نصفت میکنه، جسد تو در دو قسمت تحویل خانواده میدن. پول نداری برو از اون ور. اونجا میناش خوشه‌ایه، پودر میشی میری قاطی ریزگرد و بعدش دیگه راحتی. برای اینکه هنوز علم انقدر پیشرفت نکرده که بتونن از ریزگرد عوارض بگیرن. حالا که این حرفو زدم یه چیزی جدی بگم، چون تازه داره میخواد سفرهای نوروزی شروع بشه، یه آمار وحشتناکی بگم که این در کشور ما متاسفانه خیلی آمار بالاییه و نسبت به کشورهای دیگه، در 10 سال گذشته چیزی یه ذره بیشتر از 200,000 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته شدن و حدود 2.5 میلیون معلول و مصدوم. آمار ساده ترش اینه، روزی 43 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته میشن در ایران. روزی 43 نفر، یعنی انگار هفته یه هواپیما میفته. و این آمار خیلی وحشتناکه. 3 تا دلیل داره: خطای انسانی، جاده و ماشین، ماشین‌های مثل اینا و اونا باعث این آمارن که 60%ش خطای انسانیه از این 100% آمار. و این آمار خیلی وحشتناکه، روزی 43 نفر. اینجا وظیفه‌مه بگم و تو برنامه‌های مختلف بگم که خب خیلی چیز عجیبیه دیگه، یک خانواده‌ای، چند خانواده‌ای عزادار میشن به خاطر بی‌احتیاطی، خواب‌آلودگی، انحراف به چپ یا سبقت غیر مجاز یا سرعت غیر مجاز. و این آمار خیلی وحشتناکه. امیدوارم این آمار هر سال پایین تر بیاد. این رو هم بگم، 1 رو بفرستین به 3080. دیگه چی کار کنم؟ تا 13 فروردین ساعت 24 وقت هست که 1 رو به 3080 بفرستین. این تاریخ تمدید نمیشه.
13 فروردین ساعت 24. یعنی اگر تا الان 1 رو به 380 نفرستادین بفرستین، چون ممکنه که یکی از برندگان 10 دستگاه بی ام و 10,000 جایزه نقدی ما شما باشین. با ارسال 1 به 380 بلا فاصله و بدون قرعه کشی 200,000 تومان هدیه خرید خدمات و محصولات اول مارکت رو دریافت میکنین. کسانی هم که یک بار 1 رو به 380 فرستادن میتونن دوباره این کارو بکنن تا شانس برنده شدنشون بالاتر بره. کسانی هم که هنوز کد قرعه کشی رو دریافت نکردن، کد قرعه کشی رو دریافت نکردن، به صورت رایگان عدد 8 رو به 380 ارسال کنن، کد قرعه کشی براشون میاد. خب نمایش ببینیم. خسته نشین. خوبی مدیری، پیشا پیش عیدت مبارک باشه. آره مدیری، نونوار شدی، لباس لباس عوض. آره میبینی گفتم عیده، چند دست لباس گرفتم جدید. هر کسی پاچه رو داری، هر کسی تو یه چیزی پیشرفت میکنه، من تو پاچه پیشرفت کردم. آره مدیری یه چیزی میگم، جان من نه نگو. چی شده باس؟ اینو واسه من بزن، ضد حساسیت خارش داره بیچاره هم میکنه. من بلد نیستم. کاری نداره که، اینو میمالی اینو میزنی. دوستان بی زحمت یه لحظه بالا رو نگاه کنید، ما راحت باشیم. آره چرا نمیری درمونگاه؟ کدوم درمونگاه؟ تو این تعطیلی بازه همه جا بسته است. با 1000 بدبختی گشتم یه درمونگاه پیدا کردم سر افسریه. خب اونم همه تزریقاتیاش رفتن سفر اروپا، کل درمونگاه فقط یه جراح مغز نشسته بود. آره. خب میدادی همون بزنه؟ دادم، گفت این کار در شأن من نیست، من فقط تو کار مغزم. آره بعدش آدرس یه هتل بیمارستان رو به من داد، گفت برو اونجا. رفتی؟ آره چه بیمارستانی بود مدیر، چه امکاناتی. رفتم تو، با عزت و احترام منو بستری کردن، یه عویج بستنی هم دادن دستم. اینقدر خوب بود. زدن برات؟ ها؟ زدن. نه بابا دیگه، تا گفتم آمپول دارن گفتم پاشو پاشو خودت جمع کن، ما فکر کردیم سرطان داری. گفتن آمپول 5,000 تومان هم نمیشه، پول همون هویج بستنی رو هم ازم گرفتن. آره بعدش واسه 27 دی ماه به من وقت دادم. گفتم بابا این سوزن، این آمپول ضد حساسیته، من خارش دارم. گفتن هی گفتن هیچ کاری از دست ما بر نمیاد، الان 700 نفر هستن جلوتر از تو، همه چون دارن میخورن. جای دیگه ای اون دورو بر نبود که بری؟ مدیری میگم همه جا تعطیله، منم خسته و درمونده از بیمارستان اومدم بیرون، تو همون پله های جلو بیمارستان نشسته بودم، بعد دیدم یهو یه پیر مرد سفید پوش با روی گشاده اومد کنار من نشست، با مهربونی ازم پرسید آمپول داری جوون؟ گفتم بله پدر جون. گفت اون پله ها رو میبینی؟ اون پله ها رو برو پایین. گفتم کدوم پله ها رو؟ برگشتم دیدم نیست. درمونگاه بود اونجا؟ درمونگاه؟ نه یه سری پله زیاد رفتم پایین، از این درمونگاه های خودجوش بود. یه تابلو هم زده بودن، نوشته بودن روش که زیبایی اندام با رفع جنین زاید. تو که رفتم یه لیوان آبزرش دادن دستم.
گفتن اینو بخور یه رو برا برو. از این مراکز غیر قانونی بوده باید آره. میومدی بیرون سر. نه نه نمیشد دیگه. پرستاره اومد جلو گفتم حتما اومدی که آمپوله رو بزنه. گفت شما کیه طرف میشی؟ گفتم من صاحبشم، مال خودمه. گفت خودش کجاست؟ گفتم همین پشته، همیشه همراهمه. کمربند که باز کردم سه نفر افتادن رو سرم، منو پرت کردم بیرون. بعد یکی اومد منو جدا کرد، گفت عوضی اومدی آقا، آدرس این گاوداری رو داد به من. گاوداری برای چی؟ گفت برو اونجا، اونجا دیگه حتما بازه. رفتی اونجا برای آمپول؟ آره دیگه. مدیر خارش نداری بفهمت چه حاله اصلا. یه وضع اونجا هم که برام نزدن که اصلا. یه وضعی گفتم ما با این سرنگا بلد نیستیم کار کنیم. یه سرنگ گاوی آوردن بیرون، گفتم ما با این بلدیم. گفتم نه قربونت من نیستم. یه 10 کیلو سبزی خوردن ازشون خریدم اومدم بیرون. اونا هم یونجه بوده احتمالا. حالا هرچی بود از اون روز دیگه کلی هم خوب کار میکنه. آره آره. میگم مدیری یه برادری کن بیا اینو بزن. من تحقیق کردم الان فقط 2 جا باز است، اگه تو نزنی مجبورم برم اونجا. کجا؟ ها؟ یکیش آتش نشانیه که عمرم برم پیششون با اون شیلنگاشون. یکی هم پلیس راهوره که اونا هم تا خلافی ما صفر نکنن نمیزن. آره مدیری میزنی؟ چشاد الان یه جوریه که احساس میکنم میخوای بزنی. بفرمی. دست دن پس میزنی یا؟ بفرمی. از اولش هم باید میومدم سراغ خودت، همین رو تخت پشته دراز بکشم دیگه. بفرمی. از الان شل کنم یا وقتی اومدی شل کنم؟ من پنبه رو میمالم که تو زحمتت کم، فقط زود بیای و میخاره. خب یکی از کارهای خندداری که قبل از تعطیلات انجام میدیم برنامه ریزیه. اکثرا میخوایم هر روز رأس ساعت 6 صبح ایستگاه 16 توچال باشیم. بعد توی عید 6 صبح بری توچال، پرنده پر نمیزنه، یه گربه فقط نشسته تو چاله داره خاک میریزه روش، هیچی نیست. اکثرا میخوان در تعطیلات وزن کم کنن، روز اول رو رعایت میکنن، روز دوم لگن آجیل رو پاشونه جلو تلویزیون. 16 جلد تاریخ طبری رو خریده، میگه اینا رو میخوام تو عید مطالعه کنم. شب 13 که داره وسایلش رو جمع و جور میکنه برای فردا، میگه آخ آخ من روز آخر این عینک مطالعه‌مو اداره جا گذاشتم. ولی اکثرمون در پایان تعطیلات نوروزی تمام نقش و نگارای سقف خونمون رو از حفظیم، از بس خوابیدیم سقف رو نگاه کردیم، با تمام اون گچبری‌های سقف خاطره داریم. روز سوم آقاه به خانومش میگه خانوم اون ترک ریزه اون گوشه دیروز نبودا؟ خانم میگه خب آقا به هر حال طبقه بالایی هم تعطیلن دیگه. آره. ای...
یه سری بررسی‌های تقویمی هست که هممون به محض منتشر شدن تقویم سال جدید انجام میدیم. اول میریم اون نوشته های ریز اون پایین هر صفحه رو میخونیم ببینیم چند تا تعطیلی افتاده جمعه. چند روز پیش یه خانم مسنی تقویمش رو داد به من، گفت پسرم ببین آزادسازی خرمشهر افتاده جمعه. نگاه کردم گفتم نه مادر، چهارشنبه است. گفت درود بر خرمشهر قهرمان. بعد تعطیلات یک شنبه و چهارشنبه رو چک میکنیم چون اینا با جمعه بین و تعطیل میسازن. بعد تعطیلی هایی که با سایر تعطیلی ها بین و تعطیل میسازن رو بررسی میکنیم بعد تعطیلی های هر ماه رو به هم وصل میکنیم وتر شکل به دست آمده را رسم کرده. و برای روزهایی که وتر از آنها عبور کرده استعلاجی رد میکنیم. بعد کلن حساب میکنیم از 365 روز سال 273 روزش تعطیلیم. از 273 روز هم 225 روزشو با شلوارک شمالیم. یه چیزی بگم راجع به موزه دورهمی که میدونید حراجش رو میخوایم در بعد از تعطیلات، یعنی در فروردین، حدود اواخر فروردین این حراج رو انجام بدیم و یه کتاب نفیسی سعی کردیم نفیس چاپ بشه که در واقع تمام کسانی که هدیه دادن به موزه هدیهشون اینور چاپ شده، عکس خودشون، دلیل هدیهشون به موزه و یه مشخصاتی از کسانی که این کارو کردن. کتاب خوبی شده و نزدیک اواخر فروردین این حراج انجام میشه که حالا متعاقباً اعلام خواهد شد روزش و میدونید که صرف امور زلزله زدگان خواهد شد. بله. مهمان داریم. چه مهمانی. اصلا مقدم و اینا نمیخواد. یهو رامبد جوان. بالاخره به دامش انداختم. خیلی خوش آمدی و اگه سلام علیکی هست. خیلی چکرم. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. یه چیز بریم انرژی بهم بدین. سلام. حالتون چطوره؟ عالی. خیلی باحالی. ماشاءالله بهتون. بالاخره من اینجا رو دیدم. بله. خیلی خوشگله. خیلی خوش اومدید. ایدو با تبریک بگم. مرسی. بله. تبریک بگم ایدو. بله. دیگه چیکار؟ آقا به من یک آمپولایی زدن. آره، از زیر سرم و آمپول اومده. از شمال میای؟ بله. از شمال میای؟ بله. سر فیلمبرداری فیلمش بود و از شمال اومد به خاطر این برنامه. سرما خوردی؟ آلرژی شدید. آلرژی شدید از زیر سرم آمپول بالاخره آوردیم. آره.
آره. آقای دکتر که به من پول زد اصلا یه گفت ببین میری الان قد بلند و چشا آبی موها پرپش، یعنی گفت یه کاره الان یه آمبولایی میزن واسه یکی دیگه میشی. اگه وسط گفتگو برد پیت شدم ازت نه آره من مرسی که اومدی، خیلی مخلصی، خیلی شما مبارک باشه. و همچنین خیلی خوش اومدی. و اصلا چی بپرسم، چقدر سوال و جوابای عجیب وجود داره و هر کدومو نخواستی جواب نده. میشه مگه؟ نه من یه تعارف کردم برام، وظیفم بود. خواستی در شروع بهم حال بدیم. چه خبر؟ سلامتی. رو برا؟ قربونت برم. خدا رو شکر. خوشحالم میبینم ات. منم همینطور. برو بریم. بریم. چی اصلا این؟ چرا سر حال این شما بی خودی؟ آخه تماشه چی تو خونه اصلا میدونه الان ساعت چنده؟ اینا نه حالا هیچی، نه حالا هیچی، حالا چی کار داری اصلا؟ عرض کنم که ای گذاشت در خدمت. این همه انرژی رو از کجا میاری؟ جواب واقعیش اینه که واقعا انتخاب میکنم که سر حال باشم. و خب تایم داره؟ نه تصمیم میگیرم. آره دکمه داره. پس تایم داره؟ آره یعنی یه روزایی میگی ولش کن دکمهشو نمیزنی، میخوای همینجوری باش. یه ساعتهایی مجبورم، یه ساعتهایی دکمهش رو هر روز باید دکمهش رو بزنم. خب زندگی کردن نمیشه که آدم اون دکمه رو نزنه، چون مجبوری از صبح که پا میشی با دنیا، با زندگی، با خانوادت، با مشکلاتت، با فکرات، با موانعت مجبوری که پر انرژی رفتار بکنی. یعنی اگر آدم بخواد حتی یک روز خودش رو رها بکنه، حتی یک روز پر تلاش عمل نکنه، رفتار نکنه، قطعا بیشتر از اون یک روز جا میمونه. مجبوری، باید بجنگیم. این جنگیدن بخشش یه آدم مهمی تو دنیا گفته که بهترین راه انتقام گرفتن از دنیا و سختی‌های دنیا شوخ طبعی بله. و زندگی کردنه. بله. آدم باید زندگی کنه، مجبوری که پر تلاش باشه. وقتی تا اون دکمه رو نمیزنی چه شکلی؟ نه یعنی بیحالی یا عصبی، عصبانی؟ ترکیبه. بعضی وقت و خیلی بد عصبانی و بد اونقی. نه چی نه؟ به من میگه نه. به من میگه یه لحظه صبر کنید. به من میگه نه. اگه مثلا من روزی 10 دفعه باش دعوا کردم، من که همیشه تو هر موقع منو دیدی من داشتم قربون صدقت میرفتم، قربونت برم، دورت میگشتم، قربونت برم، مثل پروانه حرکات موجود. نه آره والا ولی آره ما هر وقت همو دیدیم آره این گل و این درجه یک و پر از انرژی. آره. ولی خب این خانواده کوچیکه دیگه، یعنی ما تو سینما و تلویزیون و اینا خب خیلی شنیدم که رامبد وقتی از اونوریش اصلا یه چیز افتضاح غیر قابل تحمله. واف واف. یعنی من چون عصبانی میشم یا حالم بده سکوت میکنم. آره میدونم سکوت میکنم. آره. من سکوت میرم یه گوشه سکوت اون محل رو ترک میکنم. آره. ولی تو اصلا چی؟ من میرم وسط. آره خب این شکم چیه؟ اینو گیریمه. نه جدی تو برنامه ها دیدم که اومده اینجا یه کات خورده اومده. آره حتی اون شیب ملایم هم نداره، یهو اومده اینجوریش. چرا خب؟ چرا؟ برای نقش جدیدم دارم چاق میشم. نقشه رو نمیدم که قرار بازی کنم، چون دارم چاقتر میشم. نمیدونم چرا این یک ماهی هم که گیلان بودیم و وای که چقدر غذاهای گیلان بی نظیره. گیلانی که اینجا داریم و میشه حتی یه نفر گیلانی اینجا نیست. آه. شما غذاهاتون بی نظیره، واقعا فوق‌العاده است. آره در طول یک ماهی که ما توی گیلان داشتیم فیلم میساختیم، قانون مورفی، که چقدر متاسفم از این که نتونستم در کنار خدمت تو باشم واقعا، چون حرفش هم زده بودیم با هم، نشد تو شروع کردی دور همی رو.
در طول یک ماهی که توی گیلان بودیم من بیش از 4 کیلو دوباره چاق شدم. نوید رو بهت میدم. بعد دوباره بعد برگردی یا تمام فیلم برداری شمال؟ فیلم برداری شمال تموم شد، چند روز تهران مونده که اونم به زودی شروع شد. خیلی خوب. فیلم سینمایی جدید قانون مورفی. خودت میدونی چند سالته؟ چرا من نباید؟ نه میخوام سن تو بپرسم. بله 1351 10 50، 46 سال و 2 3 ماه. 47 سال دیگه. نه دیگه 97 میشه الان. یک دهه 97 میشم 47 ساله. 3 سال دیگه 50 سالته. خب آره. اصلا چی میاد میشه؟ نه. نه. باورم نشد. همین الان گفتی چاق خوردم. ببین. نه. به چی حیف کرده بودی من الان. بعد برم تو اون پوزه. چه خوبه یادمو تجربه میکنن. تپ و تپ. نه میدونی چرا؟ برای اینکه تو فکر میکردی هی 46 سالته مثلا 47 سالت. چون 40 میاد اولش، مثل اینایی که میگن قیمت 99,000 تومان. آره آره دقیقا. نمیگن 100,000 تومان، میگه 100 تومان زیاده ولی 99 تومان زیاد نیست. وقتی بهت بگم 2 سال دیگه 3 سال دیگه 50 سالته یهو میفهمی چه خبره. چه جوریه 50 سالگی؟ نگفتم تو 50 سالتی، گفتم چه جوریه 50 سالگی. اگه بپرسم مرگ چجوریه مهران به نظرت؟ نه نه تو این چیزی که تو چشات یه برقی زد شیطانه؟ نه بابا. چرا؟ نه جوانت. نه ولی اینجوری میتونستم شیطنت آمیزتر رفتار کنم. واقعا خیلی معمولی سوال کردم. نه خب درسته 50 سالگی چه شکلیه؟ چون من 50 سالمه دقیقا. آره دیگه 50 سالگی 50 سالگی خیلی نمیدونم، خیلی لذت بخشه. میدونی چرا؟ چرا میخندی؟ نمیدونم. راست میگی. نه میدونی چرا؟ راست میگی. برای اینکه احساس میکنی که خیلی یهو بزرگ شدی، پخته شدی. یه سن یه جوریه، یه پختگی عجیبی داره. اما اینو بگم، میگن که سن که رسید به 50 اینا یه ضرب المثل این واقعیته. ولی یعنی من تا 49.9 اینجوری این سوپرمن بودم. عزله که اصلا یه چیز کیک 50 سالگیمو تو لوکیشن گذاشتم. واقعا حالا چند تا شم روش بود و اینا، به محض اینکه 50 سالگی رو فوت کردم گبر گرفت. نه از 6 تا یه طوری شد، از 6 جا. بعد دیدم چرا من فشار خون دارم، کلسترول دارم، قند دارم، اوره دارم، کبدم چربه. آره بعد فوت فهمیدم، قبلش نمیدونستم. آره این مرزه رو داره، یعنی درست بعدش آدم نمیدونه اصلا چه اتفاقی میفته. و متولد دیماهی. بله یک دی. یه چیزایی راجع به دیماهی ها بگم. بله. ببین کدومش، یعنی بگو که کدومش درسته در مورد خودت. مردای دیماهی دقیقا میدونن چه کاری رو میتونن انجام بدن و اونو به خوبی انجام میدن. بله فکر میکنم. خب یکی دیگه بگم، این مردان و پول مثل قفل و کلید با هم جورن. چه قشنگ. ها؟ بله؟ ای یکی دیگه بگم، مرد دیماهی های ترک این ویژگی رو پیدا میکنه با پول. خودت هم آذری دیگه؟ بله دیگه. گاهی معتاد به کار هستند. معتاد به کار. ها؟ معتاد به کار. این واقعا چیز خوبی نیست. اعتیاد به کار. آره واقعا. آره. وقتی به 30 تو ندارینو؟ من چرا شدید؟ من شدید. من بدنم تیر میکشه وقتی 3 روز آفیم. استخونم تیر. آبریزش بیم. آره او میخارونم خودم. وقتی به 30 سالگی میرسند درجا میزنند
و به آرامی پیر میشوند. آخه تو اینجوری نبودی؟ نیستی؟ درجا میزنن یعنی چی؟ یعنی دیگه مثل قبل کارایی ندارن. نه بابا، نه بابا. آره دیگه نه. میگم تو اینجوری نه. نیستی نه. کارایی داره مثلا. از نه بابا، اون قضیه اعتیاد به کار چجوریه در تو؟ بله متاسفانه، خیلی واقعا متاسفانه. یعنی چون... یه ذره که استراحت میکنی اذیت میشه. ببینه نمیدونم اذیت شدنش که آره، واقعیتش اینه که مهران سال هاست، خیلی ساله، یعنی از دورانی که من خودم دیگه جزو تولید کنندگان شدم، یعنی شروع کردم خودم هم تصمیم بگیرم یه کاری رو بسازم، همینجور پشت هم داره اتفاق میفته دیگه. یعنی فرصت نمیدم به این که آقا مثلا یک سال حالا کار نکنیم، بریم استراحت کنیم، یه سال بریم سفر بریم، یه سال مطالعه کنیم، یه سال بخوابیم بگردیم واسه خودمون، با خانواده باشیم. همش یه کاری رو من که حتی میتونم بگم بیشتر، من در آن واحد دارم به چند موضوع کاری هم فکر میکنم هم برنامه‌ریزی میکنم. مثلا ببین دیگه، الان وقتی من خندوانه رو تموم کردیم، من فیلم سینماییم رو تقریبا چند وقت بعدش استارتش رو زدم، به خاطر اینکه داشتیم فیلمنامه‌اش رو از زمانی که خندوانه وجود داشت داشتیم مینوشتیم. پس یعنی همینجوری هیچ الان که فیلم داره تموم میشه بلافاصله داری خندوانه رو خندوانه بسوار. بله. بازیگری رو بیشتر دوست داری یا کارگردانی؟ کارگردانی بیشتر دوست داری. بله. تو کدوم بهتری؟ کارگردانی بهتری. بله. خندوانه چند قسمت ساخته شده تا الان؟ 606. 606. و این جدید سری پنجم چند قسمته؟ فکر میکنم هلوش 100. 100. و گفته بودی که سخت‌ترین پروژه زندگیم بوده. واقعا. چرا؟ کجاش؟ اصولا برنامه روتین کار کردن، برنامه‌ای که هر شب باشه، خیلی تو دیگه استاد این ماجرایی واقعا. تو خیلی خیلی دقیق و خوب میدونی یعنی چی، که تو هر شب باید یک چیز جدیدی، هر شب انگار یک پروژه جدید داره شروع میشه. تو اتصالاتت و وابستگیات به شب‌های گذشته اونقدر نیستش که بگی خب امشب هم مثل شب قبل دیگه میگیریم دیگه. نه، مخصوصا توی همچین برنامه‌ای که تو میزان وابستگیت به آیتم‌هایی که بهت متعهد نیستن زیاده. مثلا تو یک شب یک مهمان، باید هر شب مهمان داری، مهمان امشبت هم مهمانیه که تو خیلی روش حساب کردی، میدونی برنامه نمیدونم فلان فلان فلان، و اون مهمون به راحتی چون به تو متعهد نیست، جز پروژه تو نیست. آره. بهت گفته میام مهران جان، چش میام، و میتونه یک پزشکی باشه، میتونه یک ورزشکاری باشه، میتونه فلان، که خیلی هم این مکانیزم و انقدر این که این ساعت خودتو برسونی و اینا متوجه نمیشه. براتی میتونه یک ساعت قبل از ضبط یا رسیدنش یا هم موقع رسیدنش نیاد بعد زنگ بزنه ببخشید نمیتونم بیام. پس تو میمونی رو هوا که ای وای پسرا چیکار. آره خیلی پروسه سختیه دعوت مهمان. خیلی ما هم توی برنامه خیلی سخت بود برامون که بتونیم از همه به خوبی پذیرا باشیم. ایده خندوانه از خودته؟ بله. از ابتدا؟ بله. توضیح بدم راجبش. آه. اصولا یه همچین برنامه شوی تلویزیونی اینجوری که خب این کاملا ریشه خیلی جدی مفصل تو امریکا داره و اروپایی هم دارن نمونه های موفقش، ولی امریکایی ها خیلی خیلی جدی تو این قضیه کار کردن و تجربه های مفصل دارن. این یه سری قوانین هم داره، یعنی اینکه تماشاچی باید باشه، موزیک زنده باید باشه، یه میزبانی که کل برنامه رو کوردینیت میکنه باید باشه، یه ساید کیک داره، کسی که میاد مثل قیمت شما میاد بده بستون میکنه، شوخی ها رو بیشتر پرتاب میکنه وسط، یه چیزهایی رو ایجاد میکنه که هاست میزبان بتونه اونا رو بتونه گسترشش بده و بعد میره بیرون. مهمون داره، با مهمون شوخی داره، با مهمون بازی داره، با مهمون موسیقی داره، فلان 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 فلان، یه مجموعه است این مجموعه. و این که تو بتونی فیدبک های بیرون، ارتباط بیرون استودیو هم با تماشاچی داشته باشی، یه سری قوانین و فرموله. طبق اینا
خیلی دلم میخواست که یک برنامه اینجوری بسازم، از طرفی خیلی دلم میخواست راجب خندیدن یک برنامه کار بکنم. چون ساختی که خب خندوانه همینطوره، همون دیگه این گفتی ایدهش از کجا اومده؟ از اول میگی. آها اوکی. از سال 80 و خب وقتی که ما شروع کردیم به تحقیق کردن توسط جناب آقای دکتر اردکانیان که دکتر اوقات فراغت داره، من این موضوع رو باشون مطرح کردم سال فکر کنم 82-83 بود. خیلی خیلی براشون جالب بود، رفتن ایشون تحقیقات رو مفصل‌تر و عمیق‌تر کردن. بیش از 2000 مقاله تو دنیا راجع به خندیدن وجود داره و تأثیرات خنده توی روابط اجتماعی، توی روابط خانوادگی، توی آموزش پرورش و توی بیولوژیک و آموزش و و و و توی روانشناسی و غیره. دیدیم خیلی چیز مفصلیه، کتاب‌ها راجبش نوشته شده. سعی کردیم اونو بیاریم از اون مقاله ها بشه بیس علمی برنامه، شروع کنیم رو اونا کار کردن و تمام آیتم هایی هم که توی فصل 1 و 2 ما روش خیلی جدی کار کردیم و اصرارم کردیم بر اساس اون مقالات بود. و چیزی که تو خندوانه برای ما اهمیت داشته و داره ایجاد حال خوبه و این تأکید به این که هیچ کس قرار نیست حال تو رو خوب بکنه، فقط خودتی که میتونی حال خودتو خوب بکنی. در نتیجه منتظر این نمون که دیگری بیاد یا مثلا بگیم که دولت چرا حال من خوب نمیکنه، بابام چرا حال من خوب نمیکنه، مدیرم چرا برای من کاری نمیکنه، اون نمیدونم چرا فلان. این که خودت تصمیم بگیری بگی آقا جون من دستم میذارم رو پای خودم، خودم برای خودم شرایطی رو ایجاد میکنم که بتونم سرپا باشم، حال خودم خوب نگه دارم، انگیزه هم قوی باشه، بعد اون وقت بتونم مطالبه بکنم حالا از رئیس، دولت، بابام، فلان فلان. من این پیرنم تنگه، اشتباه آوردم. این دکمهش بلینک وا میشه. ولی واقعا به نظر ممنونم. راحت‌تر آره بابا بذار دکمه هارم وا کنیم. چون از اون دوربین منو میگیرن، از این روبرو یه وضعی. ببخشید. اصلا این عالی، از این به بعد با اینا میریم. ببین چقدر خوبه. دست و آدم سر چطوری قربونه. خیلی خوشحالم. آره اینجوری شکمت هم ماسکه میشه. خودت راجع به این که خندیدن و حال خوب، خودت وقتی حالت بده چی کار میکنی که حالت خوب بشه؟ چی کار داد میزنم؟ داد میزنی؟ تجربه میکنم. همین سعی میکنم حالم خودم خوب کنم با روش های مختلف، با قلقایی که از خودم بلدم. این که به قول تو یه جایی اعصاب آدم خورد میشه، محل رو ترک میکنی، یه وقت نفس عمیق میکشی، یه جا قر میزنی، یه جا میخندی، سعی میکنی که به خودت توجه بکنی، آب سرد میخوری، دراز میکشی، میری میدوی، چهار تا جوک تعریف میکنی، تلفن میزنی، میری تو موبایلت، یه کارهایی میکنی که حال خودت خوب بشه. راجع به ایده اولیه برنامه گفتی یه چیزی به ذهنم اومد. دیدی که یه چیزی رو دیگه شورشو در میارن دیگه، نه هر کاری رو که شروع میکنی، آدم شروع میکنه 3 میلیون برنامه مشابه عینش ساخته میشه از روش. خب خیلی عجیبه دیگه. مثلا استنداپو شروع کردی تو برنامه‌ات، هر جا میچرخیم یه عده دارن استنداپ میکنن، یه عده داوری. خیلی عجیبه، چیکار کنی؟ ببین تو باز دوباره، یعنی هر برنامه‌ای که میگیره باز دوباره باز بگم بهت، این من یه چیزی بگم راجع به احساساتم و تعقلم، یعنی همچه حسم همچه عقلم راجع به مهران مدیری. من همیشه هر جایی که در مصاحبه بوده، چه تلویزیونی، چه حضور خوده، چه تو جمع خودمون، چه رسانه‌ای، اینا، همیشه راجع به مهران گفتم مهران یک نابغه است توی حرفه ما. واقعا دارم میگم، ما کسی رو من نمیشناسم که این همه سال که یه نفر بتونه رو آنتن باشه، محبوب باشه، موفق باشه، متنوع باشه
و بتونه هی تاثیرگذار باشه، دوره‌های مختلف و هی بتونه چیزای جدید ارائه بده. ما نداریم، من فکر می‌کنم نداریم واقعا همچین کسی رو که بتونه این کارو بکنه. واقعا مخلص متشکرم. متشکرم. منو شرمنده میکنی. اختیار داشت. مخلصم. نه واقعیت نظر خیلی جدی به همه این نظر رو داریم. کارشناسی الکی نیست. عرق کرد. لطف داری. آره خجالت کشیدم. حالا اینو دارم میگم. تو خودت کسی هستی که در طول این سالها تونستی برنامه های اینجوری متنوع را ارائه بدی. سوال چی بود؟ من به قربون صدقه تو رسیده بودم. قربونت برم. من سوالم این بود که چرا اینقدر برنامه‌ای که موفقه یه دفعه هزار تا اینو ساخته میشه؟ خب به خاطر اینکه اصولاً مکانیزم سیستم کمه. یعنی اینکه ما برنامه مدون نداریم، بابت اینکه بدونیم خیلی خوب آ تعداد شبکه تلویزیونی داریم، این تعداد برنامه مثلا شبانه میخوایم، اینقدر ورزشی میخوایم، اینقدر فلان میخوایم، اینقدر این میخوایم، اینقدر یه چیز. یعنی اگر یه مهرانی باشد که یهو بیاد یه برنامه بسازه شبانه، سریال مثلا کمدی شبانه میگیره، میگن او چه خوب بدوین بیاین. این کپی برداری ها فاقد اون فیلتر اصلی که هر کسی بعد از خودش رد بکنه تا تبدیل به یک اثر لذت بخش بشه میشه. از یه طرفم من میگم خب بذار باش، پول داره خرج میشه، بعد به این نتیجه میرسن که مسیر اشتباه رفتن، یه فکر دیگه میکنم. درست. احساس میکنم با جلو رفتن و بالا رفتن سن داری سعی میکنی، یا نه سعی که نه، جدیتر میشی. درست میگم؟ یا تجربه های متفاوتی داشته باشی؟ آره. با خودش میاره. تو دوچارش نشدی؟ چرا؟ هممون با خودش میاره. بعد این اصلا ماجرای کمدی خیلی اتفاقی افتادی وارد این ماجرا شدی یا نه؟ و بعد ادامش دادی، ادامه دادنشو منظورمه. یعنی هی ازت خواستن یا خودت علاقه اصلیت کمدی بود؟ فکر میکنم اگه اتفاقی باشه خیلی نمیدونم. ترکیبه، چون آدم که به دنیا میاد که نمیدونه داره چی کار میکنه. یعنی توی کودکی و نوجوانی و اینها خیلی که نمیدونی داری میخوای چه مسیری بری. ولی از اونجا که مثلا من آدمی بودم که، یا کودکی بودم که تو خانواده اهل شلوغ کردن و ماجرا تعریف کردن و جوک تعریف کردن و تو مهمونی ها توی فضای خانوادگی اهل این بودم، همین مسیر شاید تشویق هایی که اتفاق افتاده تو رو بیشتر به فکر واداشته که همین مسیر رو بری. در شطرنج ادعا داری عزیزم؟ بلدی؟ میدونی که اون صفحه دیگه ها؟ مهر سفید و مهر سیاه. من نمیدونستم که ادعا داری. امروز شنیدم. و بگذاریم اصلا. چرا؟ بگذاریم. نه چرا یعنی برو عزیزم. اصلا فراموش کن. یه تورنمنت با هم میذاریم. اصلا فراموش. یک دست بازی با هم میکنیم. نتیجهشو اعلام میکنیم. من کتاب مایزلیس رو حفظم. عزیز دلم. من وزیر کنار میذارم. خواهش میکنم. قربونت برم. نکن. نتیجه رو اعلام میکنیم. آره یه وقتی بازی میکنیم نتیجه رو اعلام میکنیم. از رسانه های عمومی. بله. خیلی عمر. دیگه در چه زمینه ادعا داری؟ در یه زمینه ادعا، در یک زمینه علاقه مندم که نمیتونم جلوی تو ادعا داشته باشم.
اسنوکر. آره تو خیلی خوبی اون تو. مخلصی بیا بازی کنی. ببین دیدی به محض اینکه الان فهمید که برتری داره تو این قضیه گفت بیا بازی کنی. نه شطرنجو میگم شط. من گفتم نه. ولی تو اسنوکرت عالیه. هنوزم خیلی خوبی؟ آره. بازی میکنی؟ آره. شطرنجو میگم. میگم بیا بازی کنیم. اسنوکر که اصلا بازیت نمیدم. اون که ولی راست میگه اسنوکرش عالیه. متشکرم. عالیه یعنی خیلی جدی خیلی خوبه. متشکرم. فیلم نگار خیلی فیلم عجیبی بود دیگه ها. تجربه عجیبی بود. چی شد؟ چه اتفاقی تو مغزت میفته؟ نه یعنی منظورم اینه که این نوع از تو رو ندیده بودیم دیگه. از کجا میاد؟ از همون جایی میاد که ماها آدمیم. یعنی بدیهیه که همونطور که همون اول گفته که مثلا یهو یه وجه دیگه از ما میزنه بیرون. یه بد اخلاقیه یا یک ترشروییه یا یک جدیتیه. خب به هر حال وجه های مختلف داریم. وجه هایی که هممون تو خودت به عنوان یک کمدین شاخص از این حرف میزنی بارها که اصلا قصد ساخت یک فیلم خیلی جدی رو داریم. درست. هممون فکرهایی داریم، ایده هایی داریم بابت اینکه دلم میخواد هم بیشتر جهان پیرامونمون رو کشف بکنیم، هم بیشتر با اون ساخت اون بیشتر خودمون رو کشف بکنیم. فیلم نگار شاید یک فیلمی راجع به کشف اینکه چی میشه آدم دست به خشونت میزنه. یعنی یک قصه یک دختریه که به نظر یک دختر خیلی ساده، یک دختر خانواده است، عاشق پدرش، عاشق مادرش، خانواده سه نفره خیلی صمیمین که ته یک حادثه اول فیلم پدر از دست میره، بعد اعلام میشه پدر خودکشی کرده. دختر معتقده پدر خودکشی نکرده، قطعا این پدری که من میشناسم او خودشو نکشته. تلاش میکنه برای کشف این که چی شده. تو این مسیر سفرهای ذهنی براش اتفاق میفته یا توی لایه‌های ذهنی و لایه‌های زمانی قرار میگیره که کشف میکنه که پدر کشته شده. و حالا تو این مسیر چیزی که اتفاق میفته اینه که میاد با آدم‌هایی که فکر میکنه تو این قضیه نقش دارن میاد حرف بزنه، میاد دادخواهی میکنه، میاد چیزهایی رو ازشون میخواد و اونا بهش توجه نمیکنن. این فیلمی که مشغولش هستی کمدیه؟ بله کمدی. خب مردم خیلی ها تصور میکنن کسانی رو که میگن پول سازن در سینما، فکر میکنن پولدار هم هستن. تو از آدم های پول سازی در سینما؟ بله ولی پولدار نیستم. نیستی؟ نه من فیلمایی که ساختم. چقدر پولدار نیستی؟ من فیلمایی که ساختم برای چه کاری؟ کلا نه اون جمله که گفتی رو من پولی که درآوردم رو از توی سینما خیلی در نیاوردم. آها. به خاطر اینکه من فیلمایی که ساختم همشون فیلمهای پرفروشی بودن که یه قرونش هم مال من نبوده. من یه دستمزد انقدی گرفتم رفتم کنار. هرچی فروخته که به من ربط نداشته. ولی از کجا این قرار ما بوده؟ یعنی ولی از کجا پول داری؟ از برنامه سازی. پس پول داری؟ ها؟ گفتم. نه از پول داشتن پول... آره. نه این بذار من یه چیز تکلیفش روشن کنم. تو پولدار نیستی؟ چرا؟ خب نه اصلا نکتمون چیه؟ این راجب اینو تکلیفش روشن کنیم. من اصلا عدده چقدر مگه؟ من اصلا پولدار نسبت به چی؟ به خودمون دیگه؟ گفتم؟ نه تو پولداری یا نه؟ من پول دارم به اندازه خودم که زندگیم رو یک رفاهی برای خانواده خودم و زندگیم ایجاد کنم پول دارم. چقدر پول داری؟ تو بگو تا منم بگم. من بگم؟ آره. تئاتر کار نکردی نه؟ در زندگی؟ عاشق شدی؟ بها زیاد. تو نشدی؟ تو نشدی؟ من؟ 18 بار. 18 بار؟ 18 بار. آره با مهمی شدم عاشق نشه جان. آره اصلا یکی از نشانه ها به نظرم یکی از فرقای آدم ها با بقیه موجودات عاشق شدنه.
عشقه. بقیه موجودات میتونن وابسته بشن، میتونن علاقمند بشن، میتونن شرطی بشن، ولی عشق چیزی که ما متوجهش میشیم، که بابتش حاضریم هر کاری بکنیم، بابتش شعر میگیم، بابتش مینویسیم، بابتش خلق بیرونی میکنیم. داره دیگه. آره، و یه های چیزایی از بشر بیرون میزنه که اونا میشن آثار جاودانه، یا آثار جاودانه مال ماست، عشق مال ماست. اصلا دیگه یکی از نشانه های حیات این که من بگم من عاشقم یعنی که من زنده ام. و این به نظر من خیلی قابل افتخار، قابل تحسینه. خانم نگار جواهریان خیلی آرامه و درونیه و ساکت. چطور با تو سر اینی میکنه؟ اینی که گفتی تو مایه های اوشین و اینا بوده. آره آره دیگه زمین پاک میکنه. نه این مدلی مهران قیافه خود نمیدونه. آره راست میگه، من اینجوری شدم و خودم هم که داشتم میگفتم هی گفتم نه منظورم ولی خب تو اینقدر پرشور و شلوغ و به پربالا و اینا، و شاید همین جذابیته، همینه دیگه، اینقدر تفاوت ها. آره هر دو وجه رو داریم، ولی من توی یاده عالی. خب ببخش آقا از قیافه تو به اون رسیدم. آره اصلا اینجوری شده، من هی رفتم پایین. آره و او هم آره نگارم آدم اهل بگو بخنده، اهل سفر، اهل ورز، خیلی ورزش میکنه، ورزش دوست داره مثل من. و داره کاملا زندگی بیرونی خیلی فعال داره، و هر دومون خیلی خیلی مفصل بلدیم با هم حرف بزنیم، خیلی بحثای جدی میکنیم راجع به هر چیزی، راجع به جامعهمون، راجع به خودمون، راجع به سیاست، راجع به آدما، راجب دنیا، راجب تاریخ. خیلی خیلی در فیلم جدیدت بازی داره؟ نگار نه. نه نه فیلم جدید من خیلی فیلم مردونه ایه. یک نقش جدی خانوم داره که نقش دختر مثلا 22 ساله فیلمه که مهسا طهماسبی بازیش کرد. من اجازه دارم چند تا اسم بازیگرامون رو بگم، چون دلم میخواد ازشون یاد بکنم، هم قدردانی بکنم از گروه. هم محمد شایسته شریک من و تهیه کننده کار، خیلی خیلی درجه یک در کنار پروژه از اول تا الان هست، یارمه. حسین جلیلی مدیر فیلم برداریمه که به نظرم یکی از بهترین فیلم بردارهایی که میشه رفت سراغش برای انجام کارهای عجیب غریب. و حسین خیلی تازه در چلچلگیش به نظرم تازه یک شروع مفصل کرده و جا داره برای پیشرفت‌های خیلی بزرگ. دمت گرم حسین. و گروهش زالار، وحید و بقیه. رشید دانشمند صدا بردارمون، امیر حسین قدسی و خیلی از بچه ها و بازیگرامون، امیر جدیدی عزیز که واقعا درجه یک، یک جوون پر انرژی، متمرکز، رفیق باحال خودمونی و خیلی باهوش و چند لایه. امیر جعفری که دیگه رفیق عزیز، و هادی کاظمی، آقای سیروس گرجستانی، خودم بازی کردم تو فیلم، و خیلی دیگه. و همینطور کسی که باید خیلی جدی ازش یاد بکنم، میثم مولایی تدوینگرمونه که تنش کرد. بله بسیار عالی، مرسی به این فرصت رو دادی. خشمان خندوانه سری جدید تغییرات اساسی داره یا شبیه قبله؟
نه ما قرار نیست خیلی خودمون عوض بکنیم. خندوان خندوان است، یعنی همون قوانینش پابرجاست، گرامرش پابرجاست. جناب خان بهمون اضافه میشه و مسابقاتی که انجام دادیم، تجربه کردیم تو خندوانه رو همچنان ادامه میدیم، مثل مسابقه استنداپ آماتورها، یعنی خنداننده شوی دوم که خنداننده شوی یک خیلی اتفاق جذاب و موفقی شد، خدا رو شکر بچه ها خیلی عالی عمل کردن. مسابقه ادابازیمون که خیلی چیز مفرح سرگرم کننده ایه، من خودم خیلی از تماشاش لذت میبرم، اونو داریم. و خب همون از کی شروع میشه پخش؟ انشالله از آخر فروردین. خیلی عالی. خب دو تا آرزو داشتی و داری، یکی این که یه استودیوی فیلمسازی بزرگ داشته باشی، یکم یه مزرعه. یعنی از یه سنی بری دیگه این شکلی زندگی کنی؟ نمیدونم، دلم میخواد که همین الانش هم داشته باشم، یعنی همین الانم هم که دارم کار میکنم و همچنان پر انرژی هم برای کار کردن، دلم میخواد همین الانم هم داشته باشم مزرعه‌ام رو. ولی واقعیتش اینه که بعضی چیزا همینه که میگیه، یعنی بعد انگار آدم بذاره برای یک دوره‌ای. آره، چون نمیشه انگار همزمان، مثلا نمیتونی الان تو هم یک مزرعه‌ای داشته باشی هم در پایتخت واسه کار کنی. آره دیگه، بعد بری مثلا شمالی، نمیدونم یه جایی، جایی بیرون. آره دیگه. آره. خیلی خوب. تو اهل طبیعت هستی خیلی ها؟ من خیلی. خیلی. مهران یه چیز غم انگیزی، خانم ها آقایون، ای مردم عزیز ایران، یک چیز غم‌انگیزی وجود داره، اونم محیط زیستمونه. توی شمال مهران هممون دیدیم دیگه، ولی به شکل دردناکی زباله مردم تولید میکنن و میریزن. بله. یعنی باور نکردنیه. من با یکی از شهردارهای محترم یکی از شهرهای گیلان، حتی یک کوچولو شاید از دست من دلخور شد وقتی گفت چطور شهرمون؟ گفتم پر از زباله. بعد گفت نه. گفتم چرا؟ گفت اینا مال اینجاست، جمع میکنن هر روز. گفتم نه، پر زباله کهنه است. من از تمام اینا فیلم و عکس گرفتم و حتی ما گروه ما متهم شد به این که تو یک جایی از شمال توی فضای مجازی هم عکس گذاشتن به دروغ که ما زباله ریختیم. ما زباله جمع میکردیم. این جزء دغدغه ما که ادا که در نمیاریم که، ما مسئله است برامون، چرا اینقدر ازش حرف میزنیم؟ چون واقعا دغدغه شو داریم. خیلی تصویر زشتیه، خیلی تصویر غم انگیزیه، خیلی عجیبه که آدما به همین راحتی انگار اینو میندازه اینجا و تموم، ارتباطش با این قطع میشه. آقا این همینجاست، بعد تو میری این اینجا آدم فکر میکنم میگه خب من که دیگه اینجا بر نمیگردم، بذار این همینجوری بریزم برم دیگه. و این عکس‌ها و فیلم‌هایی گرفتیم که من اینو تو خندوانه نمایش خواهم داد از این سفرمون. تمام بچه‌های ما هر جا رفتن، هر جا زباله بود فیلم و عکس گرفتن. اینقدر فیلم نشون خواهم داد که چقدر کثیفه شمال ایران. این مال فقط شمال نیست. آره، ولی شمال خیلی نمیدونم، یعنی یه بخشی از مردم واقعا رعایت نمی‌کنن. یعنی همین عید بذار 13 تموم شه، یه ایران زباله است. آره. و تو تمام جاده ها، تو مسیرها، توی خیلی عجیب، خیلی, خیلی عجیب. تالاب انزلی مهران واقعا آدم قصه‌دار میشه، جایی به این زیبایی، به این ویژگی. آره. با این همه تنوع زیستی پرندگان و آبزیان و غیره، لب این تالاب و مرداب زباله است، لب به لب تمام این آب. خیلی عجیب، وحشتناک، پر پلاستیک. گفتی جناب خان قطعا هست. بله. در سری جدید. بله ایشالله. خب میرم تو حالا خندوانه نگاه کردی؟ به خدا جدی پرسیدم. مگه میشه؟ یه چیز بامزه براتون بگم. شما خندوانه دیدین؟ یکی از شخصیتایی که من همیشه صداش میکنم میاد کیه؟ شاه حسینی. من گفتم من فکر کنم آقای مدیری تا خندوانه نیده. گفتم چرا؟ گفت رفتم جلو گفتم سلام آقای مدیری، شاه حسینی هم. آقای مدیری گفت سلام عزیزم، حالت چطور؟ گفت فهمیدم خندوانه نیده، منو نشناخت. نه من اتفاقا خیلی
یعنی تا اونجایی که واقعا میتونستم میدیدم و راست میگی دیدی واقعا؟ آره به خدا خیلی زیاد، قسمت های خیلی زیاد برام ارزشمنده. و بذار یه وایس با هم بشنویم. بفرمایید. آقا رام بود اینه کد برد دلام، آقا رام بود اینه کد برد دلام، در وامی کنی یا در بشکنم، در وامی کنی یا در بشکنم، آبادان دریا ساکتن، آبادان دریا ساکتن، وی جناب خان امروز راحتن، دیم سنت امروز راحتن، فی حالا بعدیش وای مدیری نارگیله جناب خان ولی جناب خان جواب جناب خان جواب جناب خان وای مدیری نارگیله سلام رامبو جان، چطوری؟ خوبی؟ احوالت؟ سال نو مبارک. خوبی؟ رامو دلم تنگ شده و برابه قیافت او چونت که اومده جلو، او عینکات که ایطوری تا به تاهه، او موهای پرپشتت، خیلی دلم برات تنگ شده و رامو جان شالا که هر جا هستی حالت خوب باشه، سلامت باشی، رو فرم باشی، شکمت همینطوری چاق باشه، جلو باشه. آقای مدیری خیلی مخلصیم، سلامت باشی، شالا که دور همین اینا همه چی بهتون خوش بگذره و اینا. رامو جان ما زیاد صحبت نکنم، فقط اومدم بگم رامو جان آخرین دیداری که داشتیم رام بود توی دو تا تیکه لبو خوردی، این پولش ندادی، 12,500 تومان الان بدهی داری به مو قربونه، تا این سال جدید تحویل نشده ما این 16 رقمی کارتومه میفرستم برات، اینو بفرست که حلالت کنم. بلا به جان خودم رام بود، جان بنام جان محمود نسیمی کرده، یک ریالش حلالت نمی کنم، بفهم میام برات چنان وسط ای دور همیه دست پاتو میبافم به هم که هیچ فیزیوتراپی نتونه بازت کنه. قربونت برام، با زبون خوش 12,500 بریز، سلامت باش. وای لبو لبو گل گل بند لبو 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 داغ و خوشمزه لبو 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 گل گل بند لبو 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 داغ و خوشمزه لبو 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 قربانت فداد مدیری ببینی در این رقابت رفاقت کنید، به تمام مردم کشور نشون بدین که چقدر با هم دوستین، یه برنامه پر بیننده دار اونجا، برنامه پر بیننده هم دیگه بغل کنیم، مهمان داریم، چه مهمونی، دعوت میکنم از دوست فلان رو نونم چوچی بیاد اینجا سته بچینی، اتفیز اتفیز رمبود اتفیز مدیری اتفیز. دوست دارم که ساعت ها همینجوری بشینم با رامبود گپ بزنیم، ولی خیلی حالش به نظرم خوب نیست، این اثر آمپولا اینا داره میره. چشم، خیلی دوست دارم که خیلی حرف بزنیم ولی بقیه‌شو تو خندوانه. آره، آها دعوت شدم الان. بله بله، چیزی هست که نپرسیده باشم اینجا دوست داشته باشی بگی؟ یه چیزی که الان اشاره شد بهش، همونطور که عرض کردم حسمو نسبت بهت و تحلیلمو نسبت بهت، بدیهیه که من صفی که تو جلوش هستی من تو صف تو هم نفرمایی؟ واقعا لطف داری، مخلصم و سالیان ساله که دارم تماشات میکنم و خیلی چیز ازت یاد میگیرم. خواهش میکنم. حس رقابت بدیهیه، من مطمئنم تو شک ندارم،
چون آدم هایی که جدی کار میکنن به رقابت با دیگران فکر نمیکنن. یعنی تو اصلا وقتی که داری دور همی رو میسازی، هر چی داری، ساعت 5 عصر رو میسازی، هر کاری دیگه داری میکنی، به این که این الان با بقیه چه جوری اتصالش یا وضعیتش فکر نمیکنی، تو اونو داری میسازی. هر چی که بلدی و هر چی که دیگران بلدن که میتونی ازشون کمک بگیری خرج اون میکنی. حالا این به یک جایی میرسه که بعد ارائه پیدا کنه، اونجاست که حالا میگی خب حالا نسبت به بقیه باید چجوری ارائهش بدم. ولی واقعیتش اینه که ماها وقتی برنامه میسازیم، وقتی کار میسازیم، هیچ وقت به این که من وقتی دارم خدمانی میسازم، به این که دارم با دوره همی رقابت میکنم فکر نمیکنم. تو هم قطعا همینی. من دارم تمام تلاشم رو، من و گروه هم داریم تمام تلاشم رو میکنیم که خندوانه رو درست به نحو احسن بسازیم و ارائهش بدیم. این علاقه خیلی از آدم هاست که دوست دارن بگن که پرسپولیس استقلال، این دور همی خندوانه، اون فلان. این دو قطبی بودنه برای آدم ها ساده ترین راه برای مواجهه با موضوعاته. این که بخوان بگن خب این حالا چه ویژگی داره، این چه ویژگی داره، هر کدوم جای خودشو داره، براشون سخت میشه. درست. چون نیاز به تحلیل و تفکر داره. ولی همه که دق میگی من اینوریم، دیگه کاری ندارم که اونور چی میگه، من اینوریم یا من اونوریم. بعد این که مثلا من و تو رو مقابل هم قرار دادن در شیطنت های رسانه‌ای و اینها، من دارم میگم که توی صفی هم که مهران جلوی صفه و اصلا نه حس رقابت دارم، یعنی نه به خودم اجازه میدم همچی فکر بکنم، چه با مهران، چه با خیلی از بزرگان دیگه و چه با هر آدمی در حرفم. ماها کارمون رو انجام میدیم برای شما و برای اینکه شما کیف بکنید و دغدغمون، هدفمون، انگیزه هامون برامون خیلی جدی و مهمن. ماها برنامه نمیسازیم با هم کلکل کنیم، ما برنامه میسازیم که فکرهامون رو منتقل بکنیم و چیزای خوبی که یاد میگیریم رو به دیگران سرایت بدیم. پس این کلکل نیست، این عشق ورزیدنه. ممنونم از لطف. مخلصم. و احساس خوشبختی داری؟ بله، خدا همیشه. و به موزه داره همی ما. بله. چه هدیه میدی؟ من میتونم از خندوانه یه چیزی تقدیم بکنم. شبی که شما تشریف بیارید به خندوانه، یک لوحی داریم که اون تقدیم میشه به شما. برای موزه هم چیزی شبیه اون رو مختص موزه طراحی و اجرا میکنیم. خیلی با ارزشه. مرسی. متشکرم. خیلی ممنونم که با این حالت اومدی. مرسی از تو، دعوت ما رو پذیرفتی. رامبد سالهای خیلی ساله که دوستیم با هم و خیلی مهربانه، خیلی خوش قلبه، همینیست که هست و بسیار پر انرژی. همیشه کنارش انرژی میگیریم و حالمون خوب میشه و همیشه انرژی خوب منتقل میکنه به اطرافیانش و خیلی دوست داشتنیه از هر لحاظ. در آستانه سال تحویلیم و آرزو میکنم همینطور درخشان به پیش بری و سلامتی باشه برای خودت و خانواده و بهترین آرزوها رو دارم. قربونت برم. خیلی ممنون. مخلصم. چیزی نمونده الان. خسته شدین میدونم، تموم میشه. آره، سال هاست که مرسی، سال هاست که
مجلس قصد داره تعطیلات نوروز رو کاهش بده. من اصلا نمیفهمم چی کار دارین با تعطیلات. الان مشکله یعنی جوانای ما تعطیلاته. یه روز میگن تعطیلات عید میشه 5 روز، بعد به جاش از اون ور تعطیلی عید فطر زیاد میشه. یه روز دیگه میگن تعطیلات تابستون کم میشه، به جاش تعطیلات زمستونی اضافه میشه. حتی من شنیدم یه طرحی داشتن که به جای 5 شنبه‌ها شنبه‌ها نیمه وقت باشه. پیشنهاد من اینه که به جای شنبه 2 شنبه رو برگزار کنیم، بعد 2 شنبه‌ها رو بیاریم شنبه که هر وقت غروب جمعه میشه همه شنبه رو فوش ندیم، یکم هم 2 شنبه فوش بخوره. میشه 4 شنبه رو بیاریم تو مخرج 1 شنبه که این دوتا با هم ساده شن اصلا برن پی کارشون، بعد به جاش ماه رمضون رو کلن تعطیل کنیم. طرح زیاده، باید سر فرصت نشست اینا رو بررسی کرد. دوره یه جوونی ماها تعطیلات خیلی دیر سپری میشد. دیگه از هفته دوم عید کلافه میشدیم، میگفتیم چیکار کنیم؟ هیچ تفریحی نداشتیم، چون 2 تا تفریح اون موقع وجود داشت: نوشابه زرد، نوشابه مشکی. آره، هفته اول عید که تموم میشد همه قندامون میزد بالا، دیگه نمیتونستیم بخوریم، مجبور بودیم رو بیاریم به تفریحات پنهانی. اون وقتا معمولا کمر شلوارا رو یه سایز بزرگتر میگرفتن که 40 سال بشه پوشید. ما روی این فضای بین شکم و کمربند خیلی حساب میکردیم، فیلم ویدیو میگرفتیم، جاساز میکردیم. خوراکی میگرفتیم، جاساز میکردیم. از حال خونه که رد میشدیم میرسیدیم تو اتاق خودمون میآوردیمش بیرون. کابوس بزرگ ما این بود که این یه وقت قل نخوره وسط حال از پاچه شلوار بیاد بیرون. برای همین محض احتیاط پاچه ها رو میکردیم تو جوراب. یه بار فیلمه تو حال قل خورد افتاد بیرون، بابا بزرگم از جاش پرید که این چی بود؟ دیدم یه چیزی هم اپاچه اون قل خورد اومد. اینو بگم، 3 تا 3 مربع با این 3 حرکت میتونید همه کارها رو انجام بدید، یعنی قبض‌ها رو پرداخت کنید، شارژ بخرید، اونم بدون نیاز به اینترنت و به صورت شبانه روزی. با انجام هر کدوم از این تراکنش ها از طریق 3 تا 3 مربع در قرعه کشی 10 دستگاه BMW و 10,000 جایزه 1,000,000 ریالی شرکت کنید. یادتون باشه هر قدر تراکنش بیشتری داشته باشین بیشتر شانس برنده شدن دارین. 3 تا 3 مربع. اینو بگم، تهدیدهایی که هرگز قبل از تعطیلات جواب ندادن، تهدیدهای مربوط به حل کردن پیک نوروزی بود. اینقدر جواب نداد این تهدیدا، در نهایت پیک نوروزی کلن حذف شد. میگفتن اگه انجام ندین راهتون نمیدیم مدرسه، انجام نمیدادیم. گفتن اخراجتون میکنیم، انجام ندادیم. گفتن معرفیتون میکنیم به زندان فشافویه، فایده نداشت. گفتن میام تو عروسی فامیلاتون همه رو میبندیم به گلوله. همه رفتن جلیقه براق ضد گلوله تهیه کرد برای عروسی، پیکو حل نکردن. امسال که پیک نوروزی حذف شده، نگاه کنید چی میشه. روز اول بعد از عید بچه‌ها با کار دستی میرن مدرسه، میگن اجازه، ما حوصله‌مون سر رفت، اینو درست کردیم.
پدرم هر شب به من دیکته میگفت و مادرم نیز در حل مسائل ریاضی به من کمک میکرد. کاسبای قدیمی یه کلک قدیمی دارن، میگن این ور تعطیلات نخری عمرن اون ور سال دیگه نمیتونی بخری. دیدی همه همینو میگن. یه جوی درست میشه که آدم فکر میکنه اون ور سال در خونه رو باز کنی بیای بیرون، رو زمین پر جنازه است. یه مرد نیمه جون مچ پاتو میگیره میگه آب آب آقا آب. بعد یه عده توی فروشگاه‌های زنجیره‌ای سنگر گرفتن، نمیذارن کسی به مواد غذایی نزدیک شه. معدود افرادی هم که زنده موندن به سختی میتونن برن دنبال مایحتاجشون، چون هر کدومشون دو تا نیمه جون از مچ پا گرفتن میگن آب آقا. هر جا بخوان برن باید اونا رو هم با خودشون بکشن ببرن. خیلی عجیبه. آره هی میگن این ور سال ملک بخریده، اون ور سال ملک قرار گه دلار بخ این ور سال، اون ور سال میدونی میتره که یهو این و نون بخرین این ور سال، اون ور سال اصلا. چند وقت پیش در تایوان همین کلک رو زدن، خبرش اومد که اگر این ور سال دستمال توالت نخری، جدی میگم تو تایوان اون ور سال قحطی دستمال توالت، یعنی ملت تایوان ریختن تو فروشگاه ها، دستمالا غارت شد. یه وضعی شد که از ازدحام نصف دستمالا اصلا همونجا مصرف شد تو فروشگاه. و این رو مجدد بگم، ارسال 1 به 380 خیلی مهمه. اگر میخواین شما هم برنده جوایز ویژه اول مارکت باشین، 1 رو به 380 بفرستید. 200,000 تومان هدیه خرید بدون قرعه کشی و هم در قرعه کشی بزرگ ما که جوایزش رو عرض کردم شرکت کنید. فرقی نمیکنه مشترک همراه اول باشین یا ایرانسل. فقط این رو بدونید که تا ساعت 24 روز 13 فروردین فرصت دارین. با ستاره 3 مربع هم تراکنش هاتون رو بیشتر کنید تا شانس برنده شدنتون بالاتر بره. و حرف آخر، بهترین خاطرات تعطیلات معمولاً برمیگرده به بازدید از خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ. آتیش میسوزوندیم اونجا. پدر بزرگ 700 متر خونه رو گذاشته بود در اختیار نوه ها. خودش گوشه ی حال یه کمد دو در انقدی داشت. میگفت بالا غیرتن سر این کمد من نرین، وسایل شخصیمه. ما سر همون کماده بودیم. یه بار سر کماد بودم، خودش اومد، سری قایم شدم، میشنیدم داره به مادر بزرگم میگه این بچه ها 700 متر خونه است، این بچه ها میرن سر وسایل من، هرچی میخوان بردارم سر جاش نیست. مادر بزرگ میگفت نه تو شکاکی، اینا اینجوری نیستن. وسط بگو مگوشون پدر بزرگ در کمادش رو باکت، دید من توشم. یه طرحی هم باید نوشته بشه برای مدیران چند شغله. تعطیلات 2 هفته‌ای برای اونایی که یه شغلن. اونایی که چند شغل دارن باید 2 هفته‌شون ضرب بشه در تعداد شغلهاشون. به هر حال اینا خیلی بیشتر از بقیه خسته میشن. همین الان آدم داریم تو شهرداری، هم رئیس هم نایب رئیس. چجوری میشه؟ به عنوان نایب رئیس در رو باز میکنه میره تو اتاق رئیس، بعد به عنوان رئیس به خودش میگه 100 بار گفتم وقتی جلسه دارم در بزن. خب این بنده خدا اگه به هر کدوم از مهرای مدیریتش روزی یه ها بکنه بزنه پای نامه، میدونی در روز چند تا ها میشه؟
اصلا ها میمونه براش. شب میره خونه میخواد یه ها بکنه تو صورت بچهش. نمیتونه. آخرین نکته رو باز در مورد خطرات جاده‌ای در تعطیلات میگم، رعایت کنید لطفا. پلیس چین افرادی رو که در اتوبان نور بالا روشن میکنند رو مجبور میکنه یک دقیقه به نور بالای خودشون نگاه کنن. میدونین این قانونه، طرفو پیاده میکنن نور بالا میزن، میگه یه دقیقه زل بزن تو نور بالات. خب اونا چون خلافاشون سبکه میتونن از این روش استفاده کنن. ما اینجا چیکار کنیم؟ از خلافکار بخوایم به خلافی که انجام داده نگاه کنه؟ اصلا به مواد فروش زیر پل بگو همه مواد رو باید خودت بکشی. با اون حجم از مواد از 6 جا میتره که دمدمای سال تحویلیم. میخوام قبل از خداحافظی آرزو کنم سال جدید، واقعا از ته دل آرزو کنم سالی باشه پر از آرامش، پر از امنیت، پر از حال خوب، پر از کمتر شدن فشارها و مسائل اقتصادی بر مردم و نبودن تلخی هایی که در بعضی تایم های سال 96 داشتیم و تلخی های سنگینی بود. واقعا حال خوب برای همه آرزو میکنم و آرامش. امیدوارم همیشه در پناه خداوند بزرگ حالتون خوب باشه. متشکرم، شب بخیر، خدا حافظ. متشکرم، خیلی ممنون، مرسی، خیلی ممنون.